فراخوان دو دانشمند برنده جایزه نوبل شیمی به دبیر کل ملل متحد. آمریکا ملتزم است حفاظت ساکنان لیبرتی را تا استقرار نهایی آنها تأمین کند. ایالات متحده و شورای امنیت ملل متحد باید عراق را وادار به تأمین الزامات ضروری امنیتی برای کمپ لیبرتی کنند. پروفسور ژان ماری لن فرانسوی برنده جایزه نوبل شیمی 1989. سوء استفاده از موضوع درمان برای اعمال فشار علیه ساکنان لیبرتی جنایت علیه بشریت و مشمول پیگرد قانونی است. پروفسور گرهارد ارتل آلمانی برنده جایزه نوبل شیمی 2007. من وضعیت محاصره کمپ لیبرتی را یک تجاوز و اهانت علیه بشریت می دانم. پروفسور گرهارد ارتل آلمانی برنده جایزه نوبل شیمی 2007 طی نامه‌ای به بانکیمون دبیر کل ملل متحد نوشت: آقای دبیر کل، من راجع به محاصره پزشکی کمپ لیبرتی و محدودیت‌هایی که ساکنان این کمپ در مورد تهیه دارو و دسترسی به درمان پزشکی و امکانات پزشکی دارند به شما نامه می‌نویسم. من وضعیت محاصره کمپ را یک تجاوز و توهین علیه بشریت می‌دانم. چنان که می‌دانید 3000 تن افراد مستقر در آنجا رسماً به عنوان افراد حفاظت شده و افراد مورد نگرانی توسط کمیساریای عالی پناهندگی به رسمیت شناخته شدند. آنها همچنین توسط دولت ایالات متحده افراد حفاظت شده شناخته شدند و ایالات متحده ملتزم است از آنها تا استقرار نهایی حفاظت نماید. بنابراین به فوریت از شما می‌خواهم تلاش کنید تا حفاظت و دسترسی آنها به خدمات پزشکی فراهم شود. یادآوری می‌کنیم که پروفسور گرهارد ارتل آلمانی از طرف آکادمی علوم نوبل در سال 2007 به خاطر تحقیقات خود در زمینه بنیانگذاری شیمی مدرن برنده جایزه نوبل شیمی شناخته شد. پروفسور ارتل در تعدادی از دانشگاه‌های مهم جهان من جمله برلین، برکلی و ویسکانسین در آمریکا تدریس و تحقیقات کرده است. پروفسور ژان ماری لن، دانشمند فرانسوی و برنده جایزه نوبل شیمی در سال 1989، در نامه خود به دبیر کل ملل متحد ضمن ابراز نگرانی عمیق از محاصره پزشکی اعمال شده علیه مجاهدان لیبرتی نوشت: دولت عراق طبق یادداشت تفاهم امضا شده با ملل متحد متعهد شده است تسهیلات و کمک رسانی برای نیازهای درمانی ساکنان لیبرتی که همه آنها افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون 4 ژنو هستند فراهم کند. این واقعا نگران کننده و شوکه کننده است که موضوع درمان پزشکی که حق مشروع هر انسانی است مورد سوء استفاده قرار گیرد تا عامل فشار بر افراد بی‌دفاع شود. سوء استفاده از موضوع درمانی برای تحت فشار قرار دادن انسان‌ها جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود و مشمول پیگرد قانونی است. من از شما به عنوان دبیر کل سازمان ملل می‌خواهم که مقامات عراقی را وادار کنید چنین نقض حقوق بشری را متوقف کنند. سازمان ملل باید از دسترسی آزادانه ساکنان کمپ لیبرتی به درمان پزشکی قبل از آن که تعدادی دیگر از بیماران جانشان را به علت محاصره پزشکی از دست بدهند اطمینان حاصل کند. ایالات متحده و شورای امنیت ملل متحد باید عراق را مجبور به تأمین الزامات ضروری امنیتی برای کمپ لیبرتی شامل تیوالهای حفاظتی و سنگرهایی کنند که دولت عراق از ورود آنها ممانعت می کند. یادآوری می کنیم که پروفسور ژان ماری لن فرانسوی از طرف کمیته نوبل در سال 1989 به خاطر ساختن سنتز خانواده ای از مولکول‌های بزرگ مارپیچی به نام کریپتانت‌ها به دریافت جایزه نوبل در شیمی نائل شد. گروه تحقیقاتی پروفسور لن تا به حال بیش از 900 مقاله تحقیقی در نشریات علمی جهان منتشر کرده است.